کارهای اصلی که ما در پاییز و زمستون باید انجام بدیم در باغاتمون بسیار بسیار مؤثر و اثرگذار در فصل پیش رو، یعنی تابستونی که قرار ازش محصول برداشت کنیم. این عرایض من شامل مناطق نیمه گرم سیر و مناطق سرد سیر هست. یه وقت مناطق استوایی گرم سیری اشتباه برداشت نکنن، فکر نکنن که من منظورم به کل کره زمینه. ببینید، ما وقتی که زمستون میشه، در واقع از پاییز کارمون شروع میشه. اولین کاری که میکنیم تمام برگ ها و میوه ها و گیاه هایی که در سطح باغچه‌مون رها شده، برگ هایی که ریخته شده، میوه هایی که ریخته شده، گیاهانی که در زمین داشتیم، همه رو جمع آوری باید بکنیم. یعنی باغچه باید این سفره تمیز تمیز بشه، باغ باید این سفره تمیز تمیز بشه. یه آدم کم آگاه یا کم دان یا کم سواد میگن که برگ وقتی که در باغچه میمونه میشه کامپوست. این بدترین توصیه‌ایه که به یک باغدار میشه کرد. ببینید، وقتی که در باغ برگ ها ریخته میشه، میوه ها ریخته میشه، تمام حشراتی که قراره زمستان گذرونی بکنن همه اونا تک تک میان در این فصل، میرن زیر برگ ها، میرن زیر میوه هایی که روی زمین ریخته شده، اونجا زمستان گذرونی میکنن، تخم ریزی میکنن و با خیال راحت میمونن برای فصل رویش. و ما متوجه نمیشیم که چه اتفاق ناگواری داره برام میفته. وقتی که تابستون رسید تازه متوجه میشیم چه فاجعه ای به بار اومده، به خصوص کرم سفید ریشه خار. این از این جاهایی که یخبندون داره، بهترین کار اینه که در این فصل باغ رو یه آبیاری بکنیم و در اون آب مقداری دیازنون یا اکسیکلیر برای مبارزه با آفت به آب مخلوط بکنیم و بذاریم در سطح زمین آب یخ بزنه. وقتی که این یخ بندون انجام بشه، اون وقت تمام حشراتی که درون زمین هستن، همه تخما حشرات، همه شاید 90%شون به واسطه یخبندون از بین بره. و از اون گذشته زمین حاصل خیز میشه در فصل بعد. چرا؟ چون خاک پوک میشه، خود خاک اون وقت در واقع نفوذ پذیر میشه برای آبیاری بعدی. و کار بعدی که ما باید انجام بدیم اینه که حتما چالکود رو فراموش نکنید. باغاتتون رو هر 3 سال یک مرتبه چالکود کنید با کود 20-20-20، کود پرنده، کود گاوی، فرق نمی کنه. هر کودی که داشتید زمین رو حداقل 30 سانتی متر در 30 سانتی متر گود کنید، چارگوشه درخت ها رو، و کود رو در کود پوسیده رو فراموش نکنید، درون خاک دفن بکنید و اجازه بدید تا سال بعدی خواهید دید که چقدر باغاتتون پر از برکت خواهد شد.